برای یک دنیای بهتر، برنامه از علی جوادی. با سلام به بینندگان عزیز، من علی جوادی هستم و به تماشای برنامه برای یک دنیای بهتر نشستید. برای یک دنیای بهتر یک برنامه سیاسی است، بی‌طرف نیست، جانبدار است، مدافع حقیقت، مدافع آزادی، مدافع برابری، رفاه و سعادت انسان هاست. ما برای نظامی مبارزه می‌کنیم که همگان در آن آزاد است. آزادی قید و بند و محدودیتی ندارد. نقد تمامی جوانب فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی جامعه یک حق همگانی است. اعتصاب آزاد است، تجمع آزاد است، تشکل آزاد است، تحزب آزاد است و هیچ کس به خاطر ابراز وجود بیان، عقیده نمیتواند مورد تعرض دولت قرار بگیرد. زندانی سیاسی نباید وجود داشته باشد. ما برای نظامی مبارزه میکنیم که در آن حکم شنیع اعدام برچیده شده باشد. اعدام قتل عمد دولتی است، یک جنایت آشکار سازمان یافته توسط دولت طبقه حاکمه به منظور کنترل و مرعوب کردن توده های مردم در جامعه است. بساط اعدام باید در هم شکسته شود. رژیم جمهوری اسلامی رژیم اعدام است. ما برای نظامی مبارزه می کنیم که در آن تمامی ساکنین جامعه، مستقل از محل تولد، مستقل از تابعیت، مستقل از جنسیت، مستقل از تکلم به زبانهای مختلف، مستقل از سن، شهروندان آزاد، برابر و متساوی الحقوق هستند و هیچ کس تحت هیچ عنوانی نمیتواند مورد تبعیض و ستم قرار بگیرد. ما برای نظامی مبارزه میکنیم که در آن زن بودن جرم نیست، زن بودن عین انسان بودن است. زن و مرد در تمامی شؤون فرهنگی، اداری، اقتصادی، اجتماعی، خانواده، افراد برابر، متساوی الحقوق و آزاد جامعه هستند. در حقیقت یک شاخص آزادی جامعه، آزادی زن در جامعه است. حجاب پوشش نیست، سمبل زن ستیزی اسلامی است، سمبل ستم بر زن توسط جریانات اسلامی است. ما برای آزادی بدون قید و شرط پوشش مبارزه میکنیم. دیوار کثیف آپارتاید جنسی باید در هم شکسته شود. آپارتاید جنسی یک سیستم شنیع ضد انسانی است. ما برای نظامی مبارزه میکنیم که تمامی ساکنین جامعه، تمامی شهروندان برابرند تا در برخورداری از مواهب تولید شده در جامعه به میزان نیازشان سهیم باشند و هر کس به میزان نیازش، به میزان توانش برای رفع نیازمندی های جامعه کوشا باشد. برای جامعه مبارزه می کنیم که اثری از استثمار نباشد، اثری از بیخانمانی نباشد، اثری از فقر و فلاکت و محرومیت و گرسنگی و بیسوادی و تبعیض نباشد. به این اعتبار ما برای یک نظام آزاد کمونیستی مبارزه می کنیم. جمهوری اسلامی افشین اوسانلو را نیز کشت. افشین اوسانلو کارگر شرکت واحد، زندانی که در پس اعتراضات دستگیر شده بود، در زندان جمهوری اسلامی جان خود را از دست داد. او زمانی به بیمارستان به اصطلاح منتقل شد که عملا جان خود را از دست داده بود. پرستاران در بیمارستان میگویند که او زمانی به بیمارستان رسید که عملا کشته شده بود، عملا جان خود را از دست داده بود. مادر افشین اوسانلو، مادر اوسانلوها در هفته پیش از مرگ او با او ملاقات کرده بود. وضع جسمانی او هیچ نگرانی خاطری برای این مادر عزیز به جا نگذاشته بود. به امید هر روز دیگری برای ملاقات بعدی شاید خودش را آماده کرده بود. اما خبر مرگ افشین اوسانلو را به مادرش، به خانوادهش دادند. بیش از هر چیز به خانواده اوسانلو تسلیت میگوییم. مرگ افشین اوسانلو را
به خانوادهش تسلیت میگوییم و تصور این که مادری فرزندش را در زندان از دست بدهد، در زیر شکنجه یا در اثر شرایط ایجاد شده توسط زندانبانان جانش را از دست بدهد، برای انسانهای بسیاری ناگوار و دردناک است، برای جامعه انسانی ناگوار و دردناک است. اما این جمهوری اسلامی است، این جمهوری اسلامی است. در پروندهش کارنامه جنایت بیش از 100,000 تن از شریفترین انسانهای جامعه نقش بسته است. در کارنامهش اعدام، کشتار، شکنجه، سنگسار و انواع جنایت علیه توده های مردم، علیه کارگر، علیه زن، علیه انسانهای مبارز، آزادی خواه و کمونیست نقش بسته است. این جمهوری اسلامی است. بدون کشتن، بدون شکنجه کردن، بدون سنگسار کردن، بدون اعدام کردن، بدون دستگیر کردن، بدون به استیصال و به زانو در آوردن، نمیتواند به عمر کثیف خود ادامه دهد. افشین اوسانلو یکی از آخرین جنایت‌های نظام جمهوری اسلامی است. مسبب از دست رفتن این عزیز ما نظام جمهوری اسلامی است. مسئولان حکومت جمهوری اسلامی به طور مستقیم مسئول کشته شدن افشین اوسانلو هستند. و روزی که، زمانی که رژیم جمهوری اسلامی به زیر کشیده شود، ما آزادی خواهان، ما کمونیست ها تمام سران حکومت جمهوری اسلامی را به جرم جنایت علیه بشریت، به جرم قتل، به جرم کشتار، به جرم سنگسار، به جرم اعدام، به جرم شلاق زدن، به جرم تحقیر کردن، به جرم نابود کردن زندگی، به جرم نابود کردن خوشی، به جرم نابود کردن شادی، به جرم به تباهی و سیاهی کشیدن زندگی انسان‌های بیشمار و نسل‌های وسیع از توده‌های مردم محاکمه خواهیم کرد. محاکمه علنی با هیئت منصفه در حضور دوربین‌های بین‌المللی. و اون روز که جامعه بشری ببیند که چگونه چه جنایاتی جمهوری اسلامی بر علیه توده‌های مردم انجام دادند و آنچه که در سینه‌ها نگفته بود گفته شود در مقابل دوربین های خبرگزاری های بین المللی و خبرگزاری ها در جامعه ایران، در آن زمان بشریت متمدن برای توده های مردم ایران، برای آنچه بر سر مردم در ایران رفتند خواهند گریست و شاید در این حال شادی کنند، چرا که آن دوران سیاه، آن دوران تباهی، آن دوران کثیف اسلامی به پایان رسیده است. آن دور، آن روز دور نیست، روزی که حکومت جمهوری اسلامی به زیر کشیده شود. توده های مردم در کمین سرنگونی جمهوری اسلامی نشستند. جمهوری اسلامی بر دریایی از انزجار توده های مردم قرار دارد و روزی که این اعتراض، این خواست نهفته، این ماتریال انفجاری در جامعه سازبان یابد، متشکل شود، به زیر هدایت یک جنبش عظیم کارگری انقلابی برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی تبدیل شود، عملا ما شاهد یک دگرگونی عظیم در جامعه خواهیم بود و شاهد خواهیم بود که تاریخ ورق خواهد خورد و دوران جدیدی از انسانیت، دوران جدیدی از تاریخ بشریت در جامعه ایران رقم خواهند خورد. ما تضمین خواهیم کرد که در فردای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، در فردای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی، اثری از شکنجه، اثری از اعدام، اثری از زندان، اثری از تبعیض، اثری از نابرابری، اثری از فقر و فلاکت و استثمار نباشد. ما این را تضمین خواهیم کرد. بینندگان عزیز، در این قسمت نگاهی به تاریخ می اندازیم. به 32 سال قبل برمی گردیم. خرداد 1360، تابستان داغ 1360. در خرداد 1360 بیش از ده ها هزار نفر و بنابه آماری نزدیک به 100,000 نفر از شریفترین، آزادی خواهترین انسانهای آن جامعه را و
در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام کردند، به رگبار بستند، به چوبه‌های دار آویختند و برخند و بعضاً حتی نیمه جان دفن کردند در گورستان‌هایی که خودشان توف‌آبادها و لعنت‌آبادها لقب داده بودند. خاوران یکی از این گورستان‌ها است. آنچه در خرداد 1360 صورت گرفت، یک کودتای خونین، یک ارتجاع و تهاجم همه جانبه ضد انسانی برای درهم شکستن مقاومت و تلاش توده‌های مردمی بود که در مقابل جمهوری اسلامی نگفته بودند. حاضر نبودند که رژیم جمهوری اسلامی را تحمل کنند، برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی تلاش می‌کردند و برای دفاع از دستاوردهای مبارزه‌شان که منجر به سرنگونی رژیم شاه شده بود تلاش می‌کردند. در آن دوران، در پیش از 30 خرداد 60، رژیم جمهوری اسلامی کماکان هنوز مستقر نشده بود. چماغداری بود، آدمکشی بود، اوباشیگری بود، اسلامیگری بود، چاقوکشی بود، اما رژیم جمهوری اسلامی مستقر نشده بود و نتوانسته بود بندهای خود را بر پیکره جامعه تحکیم کند. تشکل‌های کارگری بودند، تشکل‌های کمونیستی بودند، تشکل‌های زنان بودند. مبارزه و اعتراض در سطوح جامعه جریان داشت. زن بدون حجاب در جامعه حضور پیدا می کرد. نشریات بود، مارکس و لنین بود و روزنامه ها آزاد بعضن وجود داشتند و دست به دست می گشتند و به فروش می رسیدند. اما رژیم جمهوری اسلامی نمی توانست در حقیقت بقا و حاکمیت خود را تضمین کند بدون آنکه یک تعرض همه جانبه به توده های مردم ببرد و در هم بشکند. و تنها و تنها می توانست با یک حرکت خونین همه جانبه به این تلاش همگانی که در یک دوره خود توانسته بود رژیم شاه را به زیر بکشد خاتمه دهد و به اصطلاح مستقر شود و ارکان حاکمیت اسلامی ضد انسانی ضد انقلابی خود را مستقر کند و مستحکم کند. در خرداد 1360 رژیم جمهوری اسلامی یورش برد. یورش برد به هر آنچه آزادی خواهی است، یورش برد به هر آنچه نشان برابری طلبی، نشان پیشرفت، نشان تمدن، نشان انسانیت، نشان برابری طلبی بود. گرفتند، دستگیر کردند، کشتند. حکمشان این بود: اگر در عصر، در غروب، پس از غروب دستگیرشان میکنید، نباید طلوع آفتاب را ببینند و اگر در روز دستگیر میکنید، نباید غروب آفتاب را ببینند. اعدامشان کنید. دست دسته اعدام می کردند، جوخه های اعدام را به پا کردند و هر کس را بالای دار بردند و اگر بالای دار نبردند به رگبار مسلسل بستند، کشتند و دست جمعی حتی دفن کردند در گورهایی که ساخته بودند. در آن دوران کسانی در جلوی صحنه بودند که امروز دوم خردادی یا برفرض اصلاح طلب حکومتی و یا همچنین جریان اصولگرا نامیده می شوند. دست در دست هم لاجوردی ها، خامنه ای ها، موسوی ها، کروبی ها، نبوی ها، خوینی ها و تمامی کسانی که به اصطلاح سران جناح‌های متفاوت جمهوری اسلامی بودند، متحد و متشکل در مقابل توده های مردم معترض، در مقابل صف آزادی خواهی، در مقابل صف برابری طلبی به جامعه تعرض بردند. روزنامه ها رو خاطرم هست در اون روزها ورق می زدیم. بیزانه بیش از 300 تا 500 نفر لیست افرادی در آن منتشر می شد که اعدامشان کردند. یک جنایت عظیم در سالهای آخر قرن 20 سازمان دادند. به لحاظ ابعاد، به لحاظ دامنه فاجعه، آن را می شود با یک هولوکاست شاید مقایسه کرد. شاید در ابعاد کوچکتری. می شود با قتل عام و کشتار در رواندا مقایسه کرد. می شود با قتل عام کمونیستا در اندونزی مقایسه کرد. در زمره بزرگترین جنایت علیه توده های مردم در تاریخ بشریت ثبت شده است. از روی همان لیستی کشتند که رژیم شاه به اصطلاح دستگیر کرده بود. هر کسی را که بوی از آزادی خواهی در وجودش به مشامشان می رسید دستگیر می کردند. دستشان میرسید اعدام میکردند، شکنجه میکردند و میکشتند. و بنا به حکم خمینی، سرجلاد حکومت اسلامی، برای اینکه به اصطلاح
خون برای جبهه های جنگشان تأمین کنند دستور داده بودند که قبل از اعدام خونشان را نیز بکشید و به جبهه های جنگ بفرستید. دستور داده بودند که دختران به اصطلاح باکره را برای اینکه اعدام بکنید ابتداعاً به آنها تجاوز کنید و بعداً تیربارانشان کنید یا به طناب دار آویزانشان کنید. و این جنایت عظیم را کسانی سازمان دادند که بعضاً امروز خودشان را روزنامه نگار، ژورنالیست و مدافع آزادی و دموکراسی می نامند. حجاریان ها، گنجی ها، جلای پور ها و سایر جنایتکاران و شکنجگران آن دوران که امروزه در مقام ژورنالیست و به اصطلاح آکادمیسیان برای ما ظاهر می شوند. در زمره اعدام کنندگان و جنایتکاران درجه اول جمهوری اسلامی و در اتحاد با هم تمام جناهای جمهوری اسلامی بر علیه جامعه، بر علیه تلاش جامعه برای رسیدن به آزادی و برابری و رفاه بودند. برای کسانی که در این دوران چشم باز کردند آن جنایت عظیم را ندیدند، تنها میتوان با مراجعه به تاریخ و مطالعه این تاریخ به ابعاد فاجعه‌ای که صورت گرفت پی ببرند. و یک تلاش ما در اینجا روشن کردن این تاریخ و زندگی نگه داشتن آن در حافظه تاریخی توده‌های مردم در جامعه است. تلاش میکنیم که این جنایت از یاد برده نشود. تلاش میکنیم که نهی که تمامی کسانی که در مقابل جوخه های اعدام و چوب بالای چوبه های دار قرار گرفتند و سرود خونان و زمزمه کنان جان خود را از دست دادند از یادها فراموش نشود. آن نه بعدها به نه اعتراضی در جامعه، به نه به سر جمهوری اسلامی، به نه برای سرنگونی جمهوری اسلامی تبدیل شد. آن تلاش ها به اصطلاح در امتداد این تلاش هایی که امروز جامعه برای سرنگونی جمهوری اسلامی انجام می دهد پیوند خورد، گره خورد و به اصطلاح در امتداد یک خط قرار دارند. نسل امروز که در مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفته است باید این تاریخ را بشناسد، بهتر بشناسد و از این تاریخ حفاظت کند و برای محاکمه کردن سران جمهوری اسلامی، برای محاکمه کردن تمامی دستندرکاران چنین جنایتی علیه بشریت خودش رو برای فردای سرنگونی جمهوری اسلامی آماده کند. 13 خرداد 1360 را نباید از یاد برد. یکی از فجیع ترین جنایت علیه بشریت در اواخر قرن 20 در جامعه ایران صورت گرفت. مسببینش در رأسش خمینی جنایتکار و رأس جلادشان خمینی قرار داشت. لاجوردی در زندان اوین بود. خلخالی آدم کشی می کرد، به جوخه های دار می بست، تیر باران می کرد. میر حسین موسوی نخست وزیر بود، بهزاد نبوی معاون رجایی بود و سایر دستندرکارانی که امروز بعضاً شاید در جناهای جمهوری اسلامی خطیه مشهای متفاوتی را دنبال می کنند در کنار هم بر علیه مردم ایستاده بودند. بار دیگر رژیم جمهوری اسلامی را باید به خاطر تمامی جنایات صورت گرفته بر علیه بشریت و از جمله 30 خرداد 1360 محاکمه کرد. 30 خرداد 60 در حقیقت دوران استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی آنچنان که اکنون میشناسیمش بود. در پیش از آن بود آدمکشی میکرد، کانونهای تروریستی خود را داشت، دستجات مافیایی خود را داشت، اما نتوانسته بود خود را محکم کند و روی زمین محکمی رای برود. با قتل عام خونین 300360 خود را مستحکم کرد و این هیولای سیاسی اسلامی را آنچنان که امروز میشناسیم شکل داد. روزی که رژیم جمهوری اسلامی به زیر کشیده شود، بنای یادبودی برای تمامی جانباختگان 30 خرداد 60 و تمامی قربانیان جمهوری اسلامی برپا خواهیم کرد. در آن بنا اسامی تمامی جانباختگان را حک خواهیم کرد و به ادای احترام مشعلی هم برایشان در کنارشان برای احترام و برای یادبود همواره روشن نگاه خواهیم داشت. بینندگان عزیز، در قسمت پایانی این برنامه به پیامدهای انتخاب روحانی در جامعه می پردازیم. چرا روحانی؟ چرا در این دوره؟
پیامدهای آن در اپوزیسیون کدام ها خواهند بود، پیامدهای منطقه‌ای و جهانی آن چه خواهد بود، ما برای چه مساف ها و چالش هایی باید آماده شویم و مردم چگونه باید خود را در این مساف ها سازمان دهند و آماده شوند. انتخاب روحانی در حقیقت نقطه سازشی میان جناهای جمهوری اسلامی بود. روحانی مطلوب خامنه ای نبود، اما مورد قبول خامنه ای بود. روحانی مطلوب جناح اصلاح طلب حکومتی دوم خردادی ها نبود، اما مورد قبول این جناح بود. و به این اعتبار روحانی نقطه سازش میان جناهای جمهوری اسلامی بود، یکی در رأس حاکمیت، یکی مقبوض شده، رانده شده از حاکمیت و کوتاه شده دستش. و در حقیقت روحانی و انتخاب او و ائتلافی که در پشتیبانی از روحانی شکل گرفت، ائتلافی که اساساً به ائتلاف خاتمی و رفسنجانی نام گرفته است، تلاشی شد برای اینکه یکی از افراد جناح میان روی این آخوندهای مرتجع و جناحای جمهوری اسلامی در صدر امور اجرایی قرار بگیرد. چرا خامنه ای به روحانی تن داد؟ به خاطر اینکه ناچار به عقب نشینی در مقابل شرایط حاضر شدند و ناچارن این عقب نشینی را در حقیقت باید در پی یک انتخاب در جامعه به اصطلاح انجام میدادند که مضرات کمتری برای جمهوری اسلامی داشته باشد. خامنه ای در رأس ماشین جنایت جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که حتی اگر مخالف نظام هستید در مسحکه انتخاباتی شرکت کنید، و اعلام کرده بود که تمام این کاندیداها مورد قبول به اصطلاح رهبری جمهوری اسلامی قرار دارند. روحانی نقطه سازش جناحای جمهوری اسلامی است. آیا این نقطه سازش قابل دوام است؟ آیا می توانند ترک های به وجود آمده در میان جناحای جمهوری اسلامی را برای مدت قابل ملاحظه‌ای حفظ کنند و نگه دارند؟ پاسخ منفی است. مرکز کشمکش ها و دعواها در این حال زمانی که به درون حاکمیت جمهوری اسلامی منتقل می شود، فشارهای خرد کننده تر و بیشتری را به وجود می آرد و مجدداً نیروی گریز از مرکزی را به وجود می آرد که ائتلاف کنونی را در هم خواهد شکست. به اصطلاح ماه عسل سازش و ائتلاف میان جناحای جمهوری اسلامی برای بدر بردن حاکمیت جمهوری اسلامی از مشکلات بین المللی و مسائلی که در سطح جامعه با آن مواجه هست، زمان و عمر چندانی نخواهد داشت و این واقعیتی است که مشاهده خواهد شد. اما چرا در این دوره؟ دقیقاً به این خاطر که جمهوری اسلامی در زیر فشارهای بین المللی از یک طرف و در زیر فشارهای توده‌های مردم قرار دارد. نشان داده شد که حکومت یک دست جناح راست جمهوری اسلامی شکننده تر در مقابل مردم ظاهر می شود. حتی گفته شده است که سران سپاه آدمکشان جمهوری اسلامی به خامنه ای هشدار داده بودند که توان مقابله و رودررویی بیشتر با توده‌های مردم در پس مسحکه انتخاباتی را نخواهند داشت و در هم خواهند شکست. در این دوره چرا که ناچارن باید در مقابل شرایط بین‌المللی عقب نشینی‌های را سازمان داده می‌دادند، عقب نشینی‌های به اصطلاح سنجیده گام به گام بدون اینکه کنترل اوضاع را از دست بدهند. جمهوری اسلامی در منگنه تناقضات خرد کننده قرار دارد. تخاصمات بین المللی از یک رو، توده های مردمی که حکم به سرنگونی نظام جمهوری اسلامی دادند. تأثیرات این مسئله در اپوزیسیون جمهوری اسلامی چیست؟ برای پاسخ به این مسئله باید به جنبش های متفاوت در اپوزیسیون اشاره کرد. از اپوزیسیون ملی اسلامی یا ملی مذهبی شروع میکنیم. این جریانی است که قائم به ذات بر علیه جمهوری اسلامی نیست. به خاطر مختصات وجودی، خواستها، سیاستها، تمایلات، مطالباتش در سامعه در مقابل جمهوری اسلامی و برای سرنگونی جمهوری اسلامی نیست. پاره تن برخی از جناحای جمهوری اسلامی است. ادامه جناحای جمهوری اسلامی است. متوسل به جمهوری اسلامی است و در حقیقت نه به خاطر موقعیت اپوزیسیونی خود از کنار حاکمیت به گوشه‌ای رانده شده و مورد تعرض قرار گرفته، بلکه
به خاطر آنچه که خودشان انحصار طلبی حکومت می نامند در چنین موقعیت اپوزیسیونی قرار گرفتند. این اپوزیسیون بخشای وسیعی از آنها بیشرمانه وقیحانه بار دیگر به درگاه یک جناح از حاکمیت جمهوری اسلامی در خواهند آمد. همین الان ما شاهد این هستیم که جریانات تودیستی، اکثریتی، برخن جبهه ملی، برخن نهضت آزادی و جناح‌های از آنشان پیام‌های تبریک خود را به روحانی ارسال می‌کنند و برایش آرزوی موفقیت می‌کنند. این آن جناح از اپوزیسیون هست. به یک اعتبار ما دوباره شاهد عروج مجدد اپوزیسیون طرفدار رژیم آدمکشان جمهوری اسلامی خواهیم بود. باید دید این جریان از چه ابعادی برخوردار خواهد بود، اما آنچه برای ما روشن است این هست که این واقعیت یک بار دیگر شکل گرفته. اظهار ندامت و پشیمانی بسیاری رو مشاهده میکنیم. ما به چالش و به مساف این جریان خواهیم رفت. ماهیت ارتجایی آنها را در مقابل توده های مردم یک بار دیگر افشا خواهیم کرد. بی امان، عمیق، رادیکال، انسانی. اپوزیسیون راست پروغربی، ناسیونالیست های محافظه کار مدافع آمریکا و متحدینشون در چه وضعیتی به سر میبرن؟ برخن دچار سردرگمی و دیپرشن سیاسی هستند. به صفوفشان نگاه میکنید، نمیدانند چگونه موضع گیری کنند. از یک طرف به اصطلاح قطبهای سیاسی که اینها به آن اقتدا میکنند، پیامهای تبریک به جمهوری اسلامی و روحانی ارسال میکنند و اینها نمیدانند که چه باید بکنند و چگونه رفتار بکنند. بعضا دچار یک افسردگی، سرخوردگی سیاسی قرار دارند و با مانورهای دیپلماتیک به اصطلاح غرب در قبال تحولات جمهوری اسلامی زیر و رو میشوند و ماهیت خودشان را عملا بیشتر نشان میدهند. برخی بیشتر طرفداران اینند که به اصطلاح غرب با سیاست جنگ طلبانه خود و قلدرمنشانه خود به جنگ اسلام سیاسی و ارتجاع اسلامی برود تا شاید امیدی داشته باشند بر اثر ایجاد یک جنگ، تحریم های اقتصادی گسترده تر نانی به آنها به اصطلاح داده شود. برخی دیگر سردرگم در کنار این هستند و خودشون رو تلاش میکنند که با سیاست های به اصطلاح دوگانه دول و قدرت های غربی و تروریستی و امپریالیستی همساز کنند. ما در این رابطه، در این چارچوب این جریانات را افشا خواهیم کرد، نشان خواهیم داد که چگونه تحت تاثیر این معادلات به اصطلاح عملا هدفشان نه آزادی و برابری و رفاه مردم، بلکه به اصطلاح رسیدن به موقعیت قدرت در پس تحریم اقتصادی، در پس حمله نظامی است و افسردگیشان ناشی از به اصطلاح مانورهای دیپلماتیک این جریان است. تنها و تنها یک اردوی سیاسی در جامعه موجود است، اردوی کمونیسم کارگری که مبشر آزادی، برابری، رفاه و سعادت انسان هاست. این اردو سرنگونی طلبی انقلابی جمهوری اسلامی پیش فرضش است. رسیدن به آزادی، برابری، رهایی انسان و ساختن یک جامعه که همگان در آن آزاد باشد شرط تحرک سیاسیش. ما به مساف این دوران خواهیم رفت. ما به مساف این وضعیت خواهیم رفت. با تشدید مبارزه علیه کلیت جمهوری اسلامی، با تشدید مقابله علیه هر گونه توهم پراکنی به هر کدام از جناح‌های جمهوری اسلامی و روشن چشم در چشم جامعه به توده های مردم، به کارگران، به زنان، به جوانان خواهیم گفت که هر درجه پیشروی شما در مبارزه تنها و تنها منوط به سازمان یافتن، متشکل شدن به دور پرچم آزادی خواهی، برابری طلبی، کمونیسم کارگری و پیشرفت در این مبارزه است. هر گونه وعده و وعید جمهوری اسلامی سرابی بیش نیست، تنها باید متشکل شد، سازمان یافت و پرچم آزادی و برابری و رفاه و انسانیت را در دست گرفت. این تصویری است که در جامعه ایران با آن مواجه خواهیم شد.